محفل که بدین مناسبت در سن مقام ولایت با تلاوت کلام الله مجید آغاز گردیده بود، سید انور رحمتی سرپرست مقام ولایت غور ضمن قدردانی از پیوست 41 تن از برادران ناراضی به پروسه صلح صحبت نموده گفت: این جای افتخار است که برادران ما به حکومت وحدت ملیشان باورمند شدند، دست از مخاصمت و جدال برداشته به ندای صلح‌خواهانه دولت لبیک گفتند. سرپرست ولایت از سعی، تلاش و کاری اپراتفی قماندانی امنیه غور در قسمت پیوستن این دو گروپ ناراضی دولت را در پروسه صلح یک گام نیک دانسته، وعده هر نوع همکاری اداره محلی را به پیوست شدگان دادند. الحاج کمال الدین مودودی رئیس کمیته ولایتی صلح گفت: امروز که شما دست از جنگ برداشته اید و صلاحتان را بر زمین گذاشته اید، در حقیقت به خواسته دولت و مردمتان لبیک گفته اید. جنرال احمد فهیم قائم قماندان امنیه غور صلح را امر خداوندی دانسته، از گروپ های پیوست شده سپاسگزاری نموده گفت: پلیس خدمتگار مردم بوده و این شما هستید که از این به بعد در جهت تامین امنیت، انکشاف و بازسازی با دولت خیش همکاری نمایید. مولوی غلام سخی صبوریار رئیس سرحدات و قبایل موجودیت طالبان را در مرغاب، عدم امنیت، عدم دسترسی به خدمات اجتماعی دانسته گفت: مردم شریف مرغاب علیه طالبان قیام کردند که آغازین قیام مردم مرغاب در علیه طالبان باعث شهادت جنرال احمد مرغابی گردیده است. در اخیر محفل غلام علی و محمد عظیم سرگروپان 41 نفری صحبت نموده، ضمن حمایت از برنامه های دولت حکومت وحدت ملی، هر نوع همکاری را در جهت تامین امنیت، انکشاف و بازسازی به اداره محلی دادند.